برنامه اقدام مشترک به توافقنامه ژنو شهرت یافته سرانجام قرار شد از 8 روز دیگه اجرایی بشه. این توافق میان نمایندگان ایران و گروه متشکل از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان صورت گرفت. توافقی که در مرحله نخست شامل یک دوره 6 ماهه خواهد بود. 6 ماهی که البته فرصتی است برای ملت ایران تا به راستی آزمایی ادعاهای غرب بپردازد. دست اندرکاران این توافق را حاصل بیش از 100 ساعت مذاکرات فشرده، پیچیده و نفسگیر دونستند. کسب حقوق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه در زمره اصلی ترین اهدافی است که دیپلمات‌های ایرانی در پی تحقق اون هستند. نخستین گام‌های طرفین در اجرای توافقنامه ژنو چیست؟ موارد اختلافی ایران و گروه 5 به اضافه 1 چه بوده و راه‌حل‌های توافقی چه موضوعاتی رو در بر می‌گیره؟ این محور پرسش‌های من هست از جناب دکتر سید عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. اما پیش از شروع گفتگو گزارشی رو می‌بینیم. کلید لغو تحریم ها زده شد. ایران و 5 به علاوه 1 پس از 3 دوره مذاکره در هتل کانتیننتال ژنو بالاخره در تاریخ 3 آذر ماه سال 1392 پا را فراتر از مرحله مذاکره نهاده و به یک توافق اولیه رسیدند. حق غنی سازی ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک حق غیر قابل انتزاع به رسمیت شناخته شده. این سند غنی سازی ایران رو به رسمیت میشناسه و هر گونه راه حلی رو شامل برنامه غنی سازی ایران میدونه. مذاکرات کارشناسی و فنی ایران و 5 به علاوه 1 در پیچ و خم مسائل سیاسی و البته تعطیلات سال نو میلادی پس از 1 ماه و نیم پنج شنبه و جمعه گذشته با حضور اشمیت، معاون کاترین اشتون و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران برگزار شد. اما با وجود انجام توافقات اولیه بین دو طرف، حصول توافق نهایی منوط به نظر پایتخت ها شد. تکنیک ان پروفوندور مذاکرات فنی بود و پیشرفت‌های خوبی نیز در روزهای اخیر حاصل شده، اما هنوز مواردی باقی مانده. در حال حاضر اطلاعاتی که حکایت از حل همه اختلافات دارد صحیح نیست. و بالاخره عصر امروز زمان برداشته شدن اولین گام برای اجرای توافقنامه اعلام شد. 30 دی نقطه آغاز تعلیق تحریم‌ها. ساعتی پیش هم رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه‌ای از توافق بر سر آغاز روند اجرایی ژنو استقبال کرد. همزمان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز آغاز اجرای مفاد توافقنامه در تاریخ مذکور را تایید کرد و حالا باید منتظر ماند و دید غرب در اجرای تعهدات توافق شده چگونه. خیلی خوش آمدید جناب دکتر عراقچی به برنامه گفتگوی ویژه خبری. امشب قرار بود در مورد نانو صحبت بشه و پیشرفت‌هایی که جمهوری اسلامی در این حوزه داشت، ولی به دلیل اهمیتی که ناشی از توافق بر سر اجرای توافقنامه ژنو شده، موضوع برنامه تغییر کرد. اولین پرسش این هست که بعد از روز سیوم یا اولین ساعت روز سیوم دیما جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 چه گام هایی رو باید بردارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم و همه مردم عزیزم. خدمتتون عرض بکنم که همطور که اشاره شد در اخبار، ما به هر حال بعد از یک ماراتون طولانی رسیدیم به نقطه ای که در خصوص توافق ژنو و راه های اجرای مفاد این توافق به یک درک مشترک رسیدیم و تصمیم گرفتیم که از 20 ژانویه یا 30 دی ماه این توافق گام اولش اجرا بشه. همونطور که میدونید در توافق ژنو پیش بینی شده که یک گام اول 6 ماهه برداشته میشه که این گام اول شامل مجموع اقداماتی هست که دو طرف میکنن به منظور اعتماد سازی. یعنی ما اقداماتی رو انجام بدیم که اعتماد سازی بکنیم نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه خودمون و طرف مقابل هم اقدام به تعلیق تحریم هایی رو میکنه که بتونه اعتماد ما و مردم ایران رو جلب بکنه. فی الواقع هر دو طرف در گام اول سعی میکنیم اعتماد همدیگر رو جلب بکنیم تا بتونیم
وارد مذاکرات اصلی بشیم. مذاکرات اصلی که به مذاکرات گام نهایی یا مذاکرات راه حل جامع معروف هست، بعد از اجرای گام اول مذاکرات اون رو هم شروع میکنیم و امیدوار هستیم که در یک فضای به اصطلاح همکاری که در اثر گام اول شکل گرفته این مذاکرات انجام بشه. اما در گام اول توافق ژنو یا این برنامه اقدام مشترک چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول این هست که هر دو طرف قبول میکنن که در همون جایی که از همون جایی که هستن بیشتر از اون جلوتر نرن و گسترش بیشتری ندن. یعنی فریز تو فریز میشه؟ اسمش فریز نیست. اسمش چون فریز کامل به اون معنا که صورت نمیگیره. اونها قبول میکنن که قطع تحریم های جدیدی رو وضع نکنن. نه در شورای امنیت، نه به صورت یک جانبه، نه چند جانبه، هیچ تحریم جدیدی از طرف اونها گذاشته نمیشه و لذا تحریم ها در همین سطح فعلی حفظ میشه. در مقابل ما هم برنامه هسته‌ایمون گسترش کمی پیدا نمیکنه. هیچ چیزی متوقف نمیشه. غیر از حال یک دو مورد که عرض خواهم کرد، هیچ چیزی متوقف نمیشه. هیچ چیزی برچیده نمیشه. کل ساختار ما سر جاش میمونه. هر چیزی که داره فعالیت میکنه به فعالیت خودش ادامه میده. هر دستگاهی که داره کار میکنه به کار خودش ادامه میده. غنی سازی کماکان ادامه پیدا میکنه. ولی ما این برنامه رو از نظر کمی گسترش بیشتر بهش نمیدیم. مثلا همونایی که در توافق اومده، مثلا سانتریفیوژ های جدیدی اضافه نمیشه، سانتریفیوژ های جدیدی تولید نمیشه، در عراق تجهیزات جدید مثلا نصب نمیشه. به همین ترتیب ما برنامه خودمون رو گسترش کمی نمیدیم. گسترش کیفی چرا؟ گسترش کیفی که مربوط میشه به امر تحقیق و توسعه آرندی به اصطلاح، نه ما محدودیتی برای خودمون قائل نیستیم. توافق ژنو هم دست ایران رو باز گذاشته و ما به تحقیق و توسعه خودمون در همه زمینه‌ها ادامه خواهیم داد. اتفاق دومی که میفته یه خورده جزئی تر هست. اتفاق دوم این هستش که هر دو طرف از وضع موجود یک مقداری به عقب برمیگرد. کاری که ما انجام میدیم که به نوعی میشه گفتش که توقف هست یا عقبگرد که نیست، توقف بعضی از کارها هست، تعلیق غنی‌سازی 20% هست و تبدیل مواد 20%ی که تا الان تولید کردیم حالا یا به اکسید یا به مواد رقیق شده. یعنی این دو تا کار ما انجام میدیم که به نوعی توقف در برنامه‌مون هست یا به نوعی مثلا عقبگرد هست. تعلیق 20% و تبدیل مواد 20% یا به اکسید یا به مواد رقیق شده. ما در چه مدتی دکتر؟ این دوره 6 ماهه دیگه، در دوره 6 ماه. من حالا جزئیاتش رو عرض خواهم کرد. در مقابل اون طرف چه کار میکنه؟ بیش از 8-9 مورد کار انجام میده. یکی تعلیق تحریم‌های نفتی هست. یعنی تحریم‌های نفتی که میگه هر 6 ماه خریداران نفت ایران باید 20% خرید نفت رو کاهش بدن، این دیگه متوقف میشه و دیگه از خریداران نفت ما چنین درخواستی نمیشه. به عبارت دیگه فروش نفت ایران در سطح فعلی کماکان حفظ خواهد شد. کار دوم به اصطلاح تعلیق تحریم‌های مربوط به پتروشیمی هست. صادرات پتروشیمی ما کلاً از تحریم برداشته میشه. هم در نفت و هم در پتروشیمی تحریم بیمه و تحریم‌های مرتبط که شامل بیمه، حمل و نقل و مسائل مالی هم هست هم برداشته میشه. تعلیق به اصطلاح تحریم‌های خودرو تعلیق میشه، خودرو به ایران میتونه صادر بشه. تحریم طلا و فلزات گرانبها، برخی از تحریم‌های هوایی شامل قطعات یدکی برای هواپیماهای ما، اینها برداشته میشه. در مسائل بانکی یک کانال بانکی مشخص میشه که اقلام غیر تحریمی از طریق اون کانال بانکی میتونه انجام بشه. یعنی مواد غذایی، مواد دارویی، تجهیزات پزشکی از این مسیر به راحتی انجام میشه. مسیری که قبل از این در ظاهر تحریم نبود ولی در باطن هیچ بانکی با ایران کار نمیکرد، این هم باز میشه و انشالله انجام خواهد شد. و تجارت قانونی با اروپا که مجوزهایی رو احتیاج داشتیم تا 10 برابر وضع موجود، یعنی تا 1 میلیون یورو تجارت آزاد میشه بدون مجوز و بدون هیچ بوروکراسی انجام خواهد شد. و 4.2 میلیارد دلار هم از پولهای به اصطلاح ایران که محدود شده در خارج از کشور آزاد میشه و قابل دسترس برای بانک مرکزی میشه. تمام این اتفاقاتی که عرض کردم غیر از مورد آخرش در همون روز اول 20 ژانویه اتفاق میفته. این از همون روز 20 ژانویه تحریم‌های نفتی و پتروشیمی و مسائل طلا و غیره و هر چی که گفته شده به اضافه اون کانال بانکی که میتونه اجازه میده به اصطلاح اقلام
خرید اقلام غیر تحریمی رو به اضافه اون یه چیزای خوردریزم داره، شهریهای دانشجویان که میتونه تبادل بشه، به اصطلاح هزینه‌های درمان در خارج از کشور، سهمیه ایران به سازمان‌های بین‌المللی و اینها هم از این کانال‌های خاص انجام خواهد شد. بنابراین ما از 20 ژانویه شاهد تعلیق همه اینها خواهیم بود و مقدماتش هم از الان فراهم شده. بانک‌های مشخص شدن در خارج از کشور در نقاط مختلف دنیا، به اینها کشورهای پنجه به اضافه به طور مشخص آمریکا و اروپا مجوزهای لازم رو دادن، ترتیبات اداری لازم رو ایجاد کردن که اینها بتونن بلافاصله وارد تعامل با ایران بشن. تنها موردی که در همون روز اول اتفاق نمیفته اون آزاد شدن اون 4.2 میلیارد دلار هست که این مبلغ رو مثلا در یک روند 6 ماهه در نوبت‌های مختلف یا به طور دقیق بخوام عرض بکنم در 8 نوبت این پول حالا با در تاریخ‌های مختلفی پول آزاد میشه. در مقابل ما چه کار کردیم؟ ما هم تبدیل مواد 20%مون رو که قرار هست نصفش اکسید بشه نصفش به اصطلاح رقیق بشه، این رو هم ما روز اول انجام نمیدیم، این رو هم تقسیم کردیم در این طول 6 ماه در فواصل مختلف انجام میدیم. اکسید سازی دقیقاً هر ماه مقدار مشخصی 15 کیلو هر ماه انجام میشه، در 6 ماه در 6 نوبت انجام میشه. غنی سازی هم رقیق سازی هم به همین ترتیب، اون البته حالا به دلایل فنی نمیشه در 6 ماه چون اینها در سیلندرهای نگهداری میشه که نمیشه سیلندر رو دیگه تقسیم کرد به چیز، هر سیلندری در 3 هفته و در مجموع در طول 3 ماه از این 6 ماه این کار رقیق سازی هم انجام میشه، تناسبش برقرار شده با اون میزان به اصطلاح پولی که آزاد میشه. اگرچه این دوتا در مقابل هم نیست، ما دوتا پکیج در مقابل هم داریم، ولی به هر حال چون اون رقم رو اونها گفتن که در نوبت‌های متوالی پرداخت می‌کنن، ما هم گفتیم پس این کار هم در نوبت‌های متوالی انجام میشه. اون چه که از نظر ما اصله و خیلی هم مهم هست، توازن و تعادل بین اقداماتی است که هر دو طرف باید انجام بدن. اینطور نیست که اونها کاری رو مثلا انجام بدن بعد از اینی که ما انجام دادیم یا درخواست بکنن، تعادل و تناسب حتما باید برقرار بشه. پس اینها کارهایی هست که در گام اول صورت میگیره. من میتونم با قاطعیت عرض بکنم که ساختار برنامه هسته‌ای ما دقیقاً حفظ میشه، هیچ چیزی نه جمع‌آوری میشه نه برچیده میشه نه متوقف میشه، همه چیز به کار خودش ادامه میده، غنی‌سازی هم به کار خودش ادامه میده، غیر از اون دو موردی که عرض کردم بقیه هست و اون دو مورد هم برای ما برگشتش کمتر از یک روز طول میکشه. یعنی در کمتر از یک روز دوباره ما میتونیم برگردیم به غنی‌سازی 20% و مواد رو میتونیم دوباره شروع کنیم به تبدیل کردن. بنابراین ساختار برنامه هستی ما حفظ شده، هر لحظه که احساس بکنیم طرف مقابل در تعهدات خودش پایبند نیست، هر لحظه که احساس بکنیم که نیات دیگری در کار هست، هر لحظه که حالا به فشار کنگره یا هر چیزی اقدامی خلاف تعهداتشون انجام بدن، مثلا تحریم جدیدی وضع بشه، ما بلافاصله برمیگردیم به وضع فعلی و دوباره برنامه هستی خودمون رو به شکل کنونی ادامه میدیم. این در طرف مقابل به نظر من صادق نیست، علارغم ادعاهایی که میکنن که ساختار تحریما رو حفظ کردیم و اینها، به اعتقاد من با اون مواردی که تشریح کردم یک شکاف بزرگ در ساختار تحریما صورت میگیره، به خصوص که بار روانی و فشار روانی تحریما هم برداشت نمیشه، این هم به اندازه کل تحریما مهمه. الان خیلی از کشورهایی که یا خیلی از کمپانی هایی که حاضر نیستن با ما کار بکنن به دلیل این نیست که در اون کار به خصوص تحریم وجود داره، کلن یه بالاخره خود تحریمی رو ایجاد کردن و به خاطر ریسک و خطراتی که ممکنه داشته باشه، از ترس این که ممکنه در آینده مثلا آمریکا فشاری بهشون بیاره با ما کار نمیکنن، همه اینها برداشته میشه و امیدوار هستیم که به هر حال تا میزان زیادی تجارت خارجی کشور و تعاملات اقتصادی کشور به یه حالت معمول و عادی برگرده. همه اینها رو داشته باشید در کنار یک دستاورد بزرگ دیگه ای که برای ما این توافق ژنو و اجرای اون در گام اول داره و اون احترام به غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران هست که توسط 6 کشور 5+1 توسط کشورهای غربی توسط در حقیقت توسط دنیا داره صورت میگیره. وقتی که اونها قبول میکنن که قطعنامه های خودشون رو بگذارن کنار، تمام درخواست های قبلی و پیش شرط ها و همه چیز قبلی خودشون رو برای تعلیق برنامه غنی‌سازی ایران بگذارن کنار، قبول بکنن که ایران غنی‌سازی ایران در سطح 3.5% ادامه پیدا بکنه، قبول بکنن که هر راه حلی هم که بعداً بهش برسیم خیالتون راحت غنی‌سازی توش هست، این در حقیقت دارن احترام میگذارن به اراده مردم ایران
مردم ایران 10 سال تحریم، تهدید، فشار همه رو تحمل کردن، مقاومت کردن، ایستادگی کردن برای اینکه دنیا مجبور بشه احترام بگذاره به اراده اونها. اراده ما غنی‌سازی بود، نه به خاطر اینکه غنی‌سازی مهم هست، ولی نه اینکه حالا نفس غنی‌سازی مثلا انقدر ارزش داره نه اینکه ما زیر بار سلطه، زیر بار زور نمیخواستیم بریم، نمیخواستیم که کسی اراده خودش رو به ما تحمیل بکنه. این بود که اتفاق افتاد. قدرت ما هم در همین هست. در حقیقت الان با اجرا شدن گام اول، 6 کشور قدرتمند دنیا دارن احترام میگذارن به غنی‌سازی ایران و قبول میکنن که این غنی‌سازی ادامه پیدا بکنه. این ثمره مقاومت مردم ایران هست، ثمره خون شهدای ما هست، به خصوص خون شهدای هسته‌ای که اجازه میخوام یک بار دیگه ادای احترام بکنم به خون این شهیدان. و اون چه که ما داریم در جمهوری اسلامی ثمره خون شهیدان هست، در برنامه هسته‌ای به طور خاص ثمره خون شهیدان هسته‌ای هست و ثمره تلاش دانشمندان بسیاری که در عرصه صنعت هسته‌ای گمنام و بی‌نشان فعالیت میکنن. من شاید جلو دوربین ها هستم، ولی من عددی نیستم در مقابل کسانی که این دستاورد رو آفریدن، این حماسه رو آفریدن، گمنام پشت درهای بسته شب و روز زحمت کشیدن و این افتخار رو برای مردم ایران آفریدن. جناب دکتر، یه مشکلی که وجود داره تفسیرهای متفاوتی است که دائما ایالات متحده آمریکا از این توافق ارائه میده. مثلا به صورت مشخص 1 ساعت پیش خود آقای اوباما یه بیانیه صادر کرده و باز دوباره گفته که این اجرای این توافق باعث دیسمنتل کردن یا برچیده شدن بخشی از سیستم هسته‌ای ایران میشه. این یعنی چی؟ ببینید در مورد تفسیر، که اینکه تفسیرهای مختلفی از هر سندی وجود داشته باشه اینکه طبیعی هست. شما هر سندی رو هر چقدر هم که با دقت و شفافیت نوشته باشی، به هر حال در معرض تفسیرهای مختلف ممکنه قرار بگیره دیگه. مثالش از قوانین اساسی کشورها دیگه در عین صراحت و دقت و روشنی کامل نوشته میشه، ولی باز هم یک مرجعی برای تفسیرش کشورها مشخص میکنن دیگه. بنابراین تفسیر، وجود تفاسیر مختلف و اینکه هر کسی هم سعی بکنه به نفع خودش تفسیر بکنه امر به هر حال معمولی هست، ولی به هر حال ما باید مراقب باشیم و جلوی تفاسیر مختلف رو، تفاسیر یک جانبه رو حتما بگیریم. و این اتفاقا در مذاکرات کارشناسی که ما داشتیم مشکل اساسیمون هم همین بود که اونها به نفع خودشون میخواستن بعضی از قسمت‌ها رو تفسیر بکنن. ما استفاده کردیم، اینکه این همه مذاکره طول کشید، یکی دو بار ما قطع کردیم، کشید به سطح بالاتر، برای همین بود که اجازه ندیم تفسیر یک جانبه ای از توافق ژنو صورت بگیره. اما آنچه که آقای اوباما در این صحبت اخیرش گفته، ما البته مشکلات ایشون رو در کنگره درک میکنیم و نمیخوایم حالا چیزی هم بگیم که در کنگره ایشون رو دچار مشکلات بیشتر از این بکنه، ولی استفاده از عبارت دیسمنتل کمال به هر حال ناآشنایی نیست، سوء استفاده از یک کلمه هست و اصلا چنین چیزی اتفاق نمیفته. دیسمنتل یا برچیده شدن اصلا در برنامه ما اتفاق نمیفته. اون چه که در عمل هست این که ما چون اون آبشارهای سانتریفیوژی که 20% رو الان دارن تولید میکنن، اینها متوقف میشن، میان 5% تولید میکنن. وقتی 5% تولید میکنن، بین این آبشارها یک اتصالاتی وجود داره که این اتصالات رو دیگه برمیدارن که اینها بتونن 5% تولید بکنن. ایشون برای اینکه بتونه کنگره رو راضی بکنه احتمالاً، یا دوستان خودشون در منطقه و دیگران رو بتونن راضی بکنن، یا توجیه بکنن که چرا اون غنی سازی ایران رو دادن و پذیرفتن و قبول کردن بعد از این همه فشار و اینها، قبول کردن که غنی سازی داشته باشه ایران، یه عبارات سخیفی مثل این که ما دیسمنتل واره این اتصالات که مثلا برداشته شده دیسمنتل مثلا شده از نظرش. من به نقل از متخصصینمون در سازمان انرژی اتمی عرض میکنم که این اتصالات در عرض 1 روز برداشته میشه، در عرض 1 روز هم دوباره نصب میشه، مثل لوله هایی هست که دوتا جریان رو به هم وصل میکنه. و اصلا چنین اتفاقی به عنوان دیسمنتل شدن یا برچی شدن رخ نمیده. با این حال عرض میکنم آقای اوباما به هر حال در شرایط سختی هست. کنگره آمریکا به دنبال تحت تاثیر لابی های مختلفی که همه میدونن این لابی ها از کجا داره میاد، همه میدونن که اینها مال لابی هایی هست که دنبال جنگ افروزی در منطقه هست، دنبال این هستن که تحریم های جدیدتری بگذارن که این تحریم ها منجر به
قطع و متوقف شدن توافق ژنو میشه. آقای اوباما در ادامه همین صحبت البته تهدید خودش رو هم انجام میده و میگه که حتما وتو خواهد کرد. البته حالا اونها هم دنبال تدابیر دیگه ای هستن. اون چه که مسلمه اگر کنگره به دنبال تصفیه قوانینی هست که یا تحریم جدیدتر بگذاره یا فشار بیشتری بر ایران تحمیل بکنه، حتما در این خصوص شکست خواهد خورد. ما مسلما نه تحت فشار مذاکره میکنیم، تحریم جدیدی اگه وضع بشه که تمامه، توافق ژنو متوقف خواهد شد. اما اگر به بهانه های دیگه بخوان باز به یه شکل دیگری بگذارن که فشار رو بر ما افزایش بدن، من با قاطعیت اعلام میکنم که ما تحت فشار اصلا مذاکره نمیکنیم، همونطور که قبلا نکردیم. در شرایط برابر مذاکره خواهیم کرد. بنابراین برای مذاکرات گام نهایی در آینده توصیه میکنم به کنگره، به مقامات آمریکا و کشورهای غربی که کماکان باید با احترام با مردم ایران صحبت بکنن. ما در شرایط مساوی مذاکره خواهیم کرد و حتما تن به فشارهایی که نیات دیگری داشته باشه نخواهیم داد. جناب دکتر، یک واژه‌ای در این توافقنامه آمده که این دوره اول یا گام اول امکان رینیوبل شدن رو داره، یعنی میتونه تکرار بشه. آیا واقعا این ممکن هست مثلا دو سال ما تو گام اول باشیم یا نه؟ ببینید، ما در متن توافق اگر دقت کرده باشید، بعد از اجرایی شدن گام اول مذاکرات گام آخر یا راه حل جامع هم شروع خواهد شد. ما برای اینکه اونجا گرفتار یک مذاکرات طولانی نمیدونم چندین سال نشیم، به صراحت اونجا گفتیم که مذاکرات گام نهایی بیشتر از یک سال نخواهد بود. یعنی مذاکرات گام نهایی در از یک سال باید جمع بشه. ما حاضر نیستیم وارد مذاکرات کشدار و طولانی و مذاکره برای مذاکره و اینها بشیم. بنابراین تا یک سال بعد اون مذاکرات به جنبندی نهایی برسه. دکتر، پس اون لانگ ترم دیوریشن یعنی چی؟ نه، مذاکرات مربوط به اجرا پس میتونه طول گام نهایی باشه. بله، گام نهایی خودش دوره خواهد داشت. مثلا ما توافق میکنیم که در یک دوره، حالا من عدد نیارم چون در مذاکرات بعدی ممکنه دردسر بشه، در یک دوره چند ساله ما ممکنه توافق بکنیم که گام نهایی اجرا بشه. یعنی تعهداتی که اونها میکنن در برداشتن تحریم ها به طور کامل، تعهداتی که ما میکنیم مثلا در حالا هر چیزی که قرار صورت بگیره، گام نهایی خودش دور مدت داره. و این هم خیلی مهمه که ما در برای گام نهایی اگر هر چیزی رو قبول بکنیم، این تا ابد نیست، مدت دار هست، یک دوره زمانی داره. اما مذاکره برای رسیدن به گام نهایی، اونم خودش دوره زمانی داره و اون یک ساله. یعنی مذاکرات خودش بیشتر از یک سال نباید طول بکشه. حالا مذاکرات منجر به راه حلی بشه که راه حل خودش یک دوره چند ساله داره، اون یه بحث دیگه. خب ما پس اگر مذاکرات گام نهایی رو شروع بکنیم، ممکنه حد اکثر تا یک سال درگیر این مذاکرات باشیم. دوره گام اول ولی 6 ماه هست. اگر تا کمتر از 6 ماه در گام نهایی به نتیجه برسیم، خب بعد از اتمام 6 ماه یا هر موقعی که گام نهایی رو توافق بکنیم، شروع به اجرایی شدن خواهد کرد و گام اول دیگه تموم شده است. اگر تا 6 ماه نرسیم به گام به راه حل نهایی و گام اول هم 6 ماه تموم بشه، اون موقع دو حالت داره: یا تصمیم میگیریم که گام اول رو ادامه بدیم، تجدید بکنیم و همین مسیر رو بریم تا وقتی که مذاکرات گام نهایی تمام بشه. ممکنه که تصمیم بگیریم که یک گام دومی تعریف بکنیم، یک گام میانی بین گام اول و گام آخر. الزامی نداره، ولی ممکنه در پایان 6 ماه به این نتیجه برسیم، ببینیم مذاکرات گام نهایی طول داره، مثلا بگیم خب حالا یک گام دومی هم تعریف بکنیم. ممکنه نه، همون گام اول رو تمدید بکنیم. ممکنه هم هست که نه، هیچی پیش نره، دعوا بشه، دوباره برگردیم به حالت فعلی. یعنی این رو بعد از 6 ماه تصمیم خواهیم گرفت که آیا صلاحمون هست که تمدید بکنیم، یا صلاحمون هست گام دومی برداریم، یا نه اصلا صلاح هست که ادامه ندیم. این در اون موقع تصمیم گیری خواهد شد، ولی مسلما گام اول اگر هم تمدید بشه بیشتر از یک دوره نخواهد بود، چون مذاکرات گام نهایی بیشتر از یک سال نباید باشه و ما قطعا بیشتر از یک سال تحمل نمی کنیم شرایط میانی و گذرار، دوران گذار رو به اصطلاح. حتما باید به نتیجه رسیده باشه. دکتر، همین بین دو تا گام، گام نخست، گام نهایی، گام ما بعد نهایی، یک گام هست تو این توافقنامه تحت عنوان بیتوین، یعنی بین این دو تا گام. اینجا میگه که در مورد قطعنامه های شورای امنیت ادرسی میکنه، بررسی میکنه. بررسی یا پرداختن به این یعنی چی؟ یعنی اجرا کنیم؟ یعنی از نظر اونها شاید معنی اجرا بده، از نظر ما یعنی صرف نظر کردن.
اتفاقا کلمه ادرس به همین دلیل انتخاب شده، چون میدونم که سر این ادرس خیلی بحث شد تا طرف ایرانی متقاعد شد که اینو بپذیر در واقع اجرا کنه. بله ما اصلا یک کلمه مبهمی رو پذیرفتیم و من این رو از افتخارات ما در سند توافق ژنو میدونم. به نظر من کشورهای پنج به اضافه یک یا کشورهای غربی دیگه از این ضعیفتر و شلتر نسبت به قطعنامه‌های خودشون نمیتونستن برخورد بکنن. قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت تصویب کردن 6 تا قطعنامه است، برای اونها حکم اسمت داره که قطعنامه‌ای رو که تصویب کردن تا آخر پاش وایسن. حالا قطعنامه‌های خودش رو میاد با این شکل ضعیف باش برخورد میکنه، میگه در گام‌های بعدی ما اینها رو ادرس میکنیم، یعنی بهش میرسیم، حالا ببینیم چی میشه. معنیش اینه دیگه، یعنی اون موقع ببینیم چی میشه. چیزی که برای اونها اصلی بوده که یک موقعی من خاطرم هست که اینها میگفتن که اول قطعنامه ها رو اجرا بکن تا ما اصلا با تو مذاکره بکنیم، یعنی پیش شرط مذاکره اجرای قطعنامه بود. بعد عوض شد، در طول مذاکره میگفتن راه حل قطعنامه است، میخوای تحریما برداشته شه، میخوای موضوع حل شه، برو قطعنامه رو اجرا بکن. از این هم کوتاه اومدن، الان به جای رسیدن که میگن آقا بیا همین گام اول اجرا بکنیم، در گام بعدی که ممکن اصلا گام بعدی هم نباشه، ممکن ما صاف بریم سر گام آخر، در گام های میانی اگر بود قطعنامه ها رو ادرس میکنیم، بهش میپردازیم. حالا میپردازیم از نظر ما یعنی از کنارش رد میشیم، میپردازیم از نظر رو ممکنه که بگه خب اجرا میکنیم. ولی واقعا ببینید 6 کشور بزرگ دنیا چگونه انقدر ضعیف با یک عبارت بسیار ضعیف و مبهم نسبت به قطعنامه های خودشون که انقدر مهمه از دید اونها، بخشی از حقوق بین المللی دارن برخورد میکنن. این دستاورد ما هست در توافق ژنو و فکر میکنم که ما انشالله اگر گام اول موفق باشه و مذاکرات گام نهایی اگرچه بسیار مشکله بتونیم به سرانجام برسونیم و بلافاصله وارد گام نهایی بشیم، اصولا این گام میانی و قطعنامه و اینها نادیده گرفته. و ما دوره زمانی خاصی برای گام نهایی مطرح شده، یعنی یک دوره زمانی تایم داریم مثلا مثل 6 ماه، 1 سال یا نه؟ عرض کردم اون هم گفتیم که باید دوره مدت دار باشه، یعنی اینو توافق کردیم، به اصرار ما هم بوده که گام نهایی هرچی هم که باشه این ابدی نیست، اونم برای خودش دوره داره. این دوره چقدر باشه، ایده هایی رو اونها مطرح کردن، ایده هایی رو ما مطرح کردیم. شاید از قسمت های سخت مذاکرات گام نهایی همین این باشه که روی چه سالی به توافق برسیم. عرض میکنم نه اعدادی که اونها گفتن یا اعدادی که ما گفتیم فعلا الان نگیم بهتره، چون مذاکرات در آینده بعد در مورد اونها صورت بگیره. ولی به هر حال مذاکرات گام نهایی چند تا موضوع بسیار سخت داره، یکیش اینه. من از الان باید بگم مذاکرات گام نهایی رو واقعا باید خیلی روش اهتمام کرد، مذاکرات سختی، موضوعات بسیار سختی درش هست و احتمال رسیدن به نتیجه خیلی نمیشه با قاطعیت روش حساب کرد. آقای اوباما گفت 50-50 است که ما بتونیم برسیم. من حالا نمیخوام بگم که مثلا ناامیدم، دیپلمات‌ها همیشه امیدوار صحبت میکنن، ولی حتی همون 50-50 هم خیلی امیدوارانه است اگر گفته بشه. مذاکرات سختی رو داریم ولی به هر حال باید واردش بشیم. نکته اینه که حتما یک اجماع ملی و یک سازماندهی ملی و یک وفاق ملی احتیاج داره در اون مذاکرات. حتما ما اون موقع باید به هر حال با یک اجماعی و با یک وفاقی که در سطح ملی و در سطح همه گروه‌های سیاسی، همونطور که تا الان هم بوده، برنامه هستی ما یک برنامه اجماع ملی هست، به همین شکل انشالله واردش بشیم. به خداوند متعال هم توکل می‌کنیم و انشالله عنایات و برکات خداوندی هم نصیب ما خواهد شد. ببینیم چگونه پیش میریم و صلاح چگونه باشه. جناب دکتر، یکی از موضوعاتی که متاسفانه غربی‌ها که میگم که منظور آمریکایی‌ها بیشتر تو این حداقل تو برخی از زمینه‌ها در بین این کشورهای پنج به اضافه یکم بعضی‌هاشون همون تفسیر ایران رو دارن. ما شاهد هستیم که تفسیرهای متفاوتی نسبت به این قضیه دارن. مثلا دیدم رویترز یک گزارشی داده در مورد آرندی، یعنی به ویژه در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید برای تحقیق و توسعه. توی این مرحله ما راجع به این هم صحبت کردیم که ما میتونیم سانتریفیوژهای نسل جدید رو آزمایش کنیم، حالا به کار ببریم یا نبریم اون موضوع دیگری است. باید خدمت رو عرض بکنم که بله، یکی از موارد جدی اختلافی بحث آرندی بود و تفسیری که اونها از موضوع تحقیق و توسعه در توافق ژنو ارائه دادن که
به هر حال یک تفسیر بسیار مزیقی بود، علی‌رغم اینکه از نظر ما متن توافق ژنو کاملا روشن هست در خصوص تحقیق و توسعه و خیلی روشن میگه که ایران به تحقیق و توسعه خودش ادامه میده. ایران will continue its safeguarded R&D practices. از جمله غنی‌سازی R&D مربوط به غنی‌سازی. با این حال اونها یک تفسیرهای را ارائه میکردن، همین این بود که مذاکرات کارشناسی رو دچار وقفه کرده بود و اون چه که این تفسیر اونها رو تشدید کرد البته ورود یک سانتریفیوژ جدید پیشرفته به نطنز بود که در همین دوران ما انجام دادیم با استناد به توافق ژنو و اینکه حق ما هست کار روی ماشین‌های جدید. خب برای اونها یه مقدار حساسیت برانگیز هم شد که درست در روزهای بلافاصله بعد از توافق یک همچین سانتریفیوژی که قدرت بسیار بالایی هم داره و برای اونها هم عجیب بود که چگونه یک همچین سانتریفیوژی با این قدرت بالا تولید شده، خب یه مقدار ایجاد حساسیت کرد، باعث شد اونها به تفسیرهای جور و جور و بالاخره بسیار تنگ نظرانه از توافق ژنو دست بزنن. ما هم به طور متقابل با این تفسیر اونها برخورد کردیم، میتونم بگم مشاجرات بسیار تندی هم داشتیم، خیلی تند بعضی وقتها، و در همین مذاکرات پنجشنبه و جمعه هفته گذشته موضوع اصلی ما هم در حقیقت همین بود و با این حال ما گفتیم که هیچ تفسیری رو که حق تحقیق و توسعه ما رو محدود بکنه قائل نیستیم. سانتریفیوژی که جدیدی که تولید شده و وارد نطنز شده به هیچ وجه بر نمیگرده، در نطنز میمونه حتما و این رو بالاخره اونها قبول کردن و علارغم تفسیرهایی که ارائه میدادن ولی پذیرفتن که سانتریفیوژ جدید در نطنز بمونه و توسط آژانس هم ثبت بشه و این یکی از همون راه حل‌هایی بود که ما رسیدیم و اونها بردن در پایتختاشون که تایید بکنن و تصدیق بکنن و امروز صبح خانم اشمی به من اطلاع داد که مورد تایید شش کشور واقع شد. جناب دکتر، الان من این متن توافقنامه جلومه، یکی از بنده تعهداتی که اون طرف داره اینه که دولت امریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد. حالا اگر با توجه به این سابقه ای که ما از این امریکایی‌ها توی این دوران مذاکرات داشتیم، اگر این الان گفتن 55 نفر از اعضای سنا اومدن یک طرح تحریم‌های جدید هست، اگر این تعدادش بشه دو سوم بالا که نتونه رئیس جمهور وتو کنه، اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آقای اوباما و کاخ سفید صراحتاً گفته که توافق ژنو متوقف میشه و تقصیرش هم میفته گردن کنگره و صراحتاً گفته ایشون به کنگره که اگر این اتفاق بیفته ما اجماع دوستان خودمون از دست میدیم و ساختار تحریم ها هم شکسته میشه و این اجماع بین المللی در حمایت از تحریم ها رو هم از دست میدیم. خیلی روشنه اگر وقتی که ایران به حسن نیت وارد مذاکره و تعامل شده و یک توافقی رو که توافق به هر حال عادلانه هست پذیرفته و طرف‌های مقابل ما هم پذیرفتن، حالا این رو کنگره بیاد به هم بزنه با وضع تحریم‌های جدید، روشن هستش که جامعه بین‌الملل این رو دیگه از یعنی تقصیر گردن کنگره میفته، اون اجماع اونها شکسته میشه، تحریم اجماع برای اعمال تحریم‌ها علیه ما هم شکسته میشه. این اثراتی است که اون داره، ما ضرر نمی‌کنیم قطعاً و آقای اوباما هست که تعهد کرده که جلوی تحریم‌ها رو بگیره، باید ببینیم که میتونه به تعهد خودش عمل بکنه یا نه. ایشون تا مرز تهدید به وتو رفته و تا اونجایی که من میدونم تهدید به وتو توسط رئیس جمهور علیه کنگره خیلی کم و به ندرت در آمریکا اتفاق افتاده، برای اینکه برای رئیس جمهور هزینه داره، همین کاری که الان دارن میکنن، میرن با بیش از دو سوم تصویب میکنن و آبروی رئیس جمهور رو میبرن در اصلیه، ولی آقای اوباما حاضر شده این هزینه رو هم بده و تهدید به وتو بکنه. ممکنه کنگره این کار رو نهایتاً انجام بده، در این صورت توافق متوقف میشه و همه دنیا میفهمه که چه کسی دنبال اهداف دیگری هست و حقانیت جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش اثبات میشه. ما از این جهتش نگران نیستیم، این تعهدی است که آقای اوباما کرده، در توافق هم کرده
و باید جلوی تحریم ها رو بگیره. جام دکتر، شاهد هستیم که یک سری مثلا تا این 3-4 روز گذشته یا هفته گذشته ای که جلساتی جناب آقای بعیدی نژاد با خانم هلو اشمید یا حضرت عالی داشتید و اینها و با کارشناسان داشتن، آیا اینها سند مکتوب شده که امریکا یا زیرش نزنن؟ چون اینی که سند مکتوب یه تفسیر میکنن، حالا اگه سند مکتوب نباشه چیکار میکنن؟ من عرض کردم این که به هر حال تفسیر از هر سندی همیشه وجود خواهد داشت، ما هم آماده باید باشیم و هستیم هم. که هر لحظه ممکنه یک تفسیر بالاخره عجیب غریبی رو هر کسی صورت بده، از این باید مراقب باشیم. اما توافقاتی که در خصوص نحوه اجرا صورت گرفته، این توافقات از نظر ما ارزش شفاهی داره. یعنی توافق کردیم اگرچه روی کاغذ اومده ولی به عنوان نان پیپر، این یک اصطلاحی در هست در به اصطلاح روابط دیپلماتیک که بعضی از مسائل شفاهی هست ولی خب روی کاغذ میاد، بالاش هم می‌نویسن نان پیپر و این یعنی حالت آفیشیال و رسمی اصلا نداره. ما هم یک نان پیپری رو داریم که در رابطه با نحوه اجرای توافق ژنو بین ما و اونها مورد توافق که نه مورد درک و تفاهم واقع شده. این نان پیپر قابل انتشار نیست چون وقتی منتشر بشه رسمیت پیدا می‌کنه، همون وقتی که بعد به صورت همون نان پیپر باقی بمونه و به صورت شفاهی در حقیقت توافقاتی هست که برای نحوه اجرا، این که مثلا به عنوان مثال اگر که اون 4.2 میلیارد دلار در 8 نوبت پرداخت میشه، این نوبت ها کی هست، دقیقاً چه تاریخی هست و بعد مثلا از کدوم حساب به کدوم حساب واریز میشه، حساب های بانک مرکزی در کجا چه شکلی کی به کی اطلاع میده، این یه سری مسائل تکنیکی اجرایی هست، خیلی اهمیت محتوایی نداره. اون چه که برای ما اصل و مبنا هست توافق ژنو هست که منتشر شده، همه هم دیدن. بعد اینها ممکن نیست در چارچوب مثل قبلا جمهوری اسلامی خودش به اضافه بعدن سایت اتحادیه اروپا اومد منتشر کرد توافقنامه رو، ولی اونها اومدن یه فکت شیت رو منتشر کردن که در واقع شاید اون هم بخشش جز نان پیپرها بود، ولی اومدن این کار رو کردن. آیا ممکن نیست که اینها یک همچین کاری رو بکنن؟ فکت شیت ببینید ارزیابی بود که کاخ سفید از توافق ژنو انجام داد. اینکه بعضی در ایران فکت شیت آمریکایی‌ها رو اصل گرفتن، سند گرفتن، اصلا هم چیزی نیست، یه بیانیه کاخ سفیده. درست. و توافق ژنو رو از دید خودش به اصطلاح تفسیر کرد و به نفع خودش توجیه کرد و تفسیر کرد، کاریه که همه میکنن. بعد از هر توافقی، بعد از هر مذاکره‌ای، هر طرفی بالاخره یه جنگ رسانه‌ای، یه جنگ روانی راه میندازه که بگه من بردم، من بیشتر گرفتم. این کارو آمریکایی‌ها کردن، متأسفانه بعضی داخل کشور باورشون شد. یعنی علارغم این که ما قراره به اونها بدبین باشیم، در این قبیل اظهاراتشون بهشون خوشبین بودیم. اون ادعای پیروزی می‌کرد، بعضیا فکر می‌کردن راست میگه. اون می‌خواست توجیه بکنه که چرا غنی سازی رو داده، چرا حق ایران به اصطلاح برنامه هسته ایران رو به رسمیت شناخته، چرا غنی سازی رو پذیرفته، چرا داره تحریم ها رو برمی داره، چرا همه جا تعادل به نفع ایرانه. برای اینکه اینو توجیه بکنه بالاخره یه چیزایی گفت. اون از نظر ما اصلا ملاک و سندیت نداره. اون چه که ملاک هست خود توافق ژنو هست. به فکت شیت و به بیانیه های سیاسی و اینهایی که هر کسی میده توجه نباید کرد، اونها ارزش تبلیغاتی خاص خودشو داره. جام دکتر، ما مرحله اول گام ها برداشته میشه متوازن، گرچه اونها تلاش کردن که اینچنین القا کنن که ایران ابتدا باید گام رو برداره و بعد بر اساس اون واژه ریترن که توی این بود میگفتن همزمان نخواهد بود. الان که توافق شده که همزمان کاملا باشه، دقیقا همزمان همه چیز در 20 ژانویه همزمان صورت ها. یه پرسش اینه که اگر 20 ژانویه امریکایی‌ها یا اروپایی‌ها بگن که آقا در چارچوب بروکراتیک ما نامه‌نگاری خواستیم بکنیم، امضا بکنیم، مثلا این شد، در واقع مثلا 30 ژانویه به دست بانک‌ها رسید چی؟ نه، تا اونجایی که ما خبر داریم و به ما گفتن، چون نگرانی ها رو ما هم داریم دیگه، ما مطرح کردیم، اونها همه اقدامات لازم و اون نامه‌نگاری ها به قول شما و کارهای بروکراتیک لازم رو انجام دادن. میدونیم که هیئت‌هایی رو به کشورهای مختلفی که ایران فروش نفت انجام میده فرستادن و قرارمون هم همین بوده که همه پیپر ورک های لازم انجام بشه تا قبل از 20 ژانویه که از 20 ژانویه اجرایی بشه. همونطوری که ما هم با آژانس این مذاکرات رو داشتیم که آژانس تا قبل از 20 ژانویه بیاد اینجا، بعد بعضی چیزا رو مقدماتی داره باید تدارک ببینن، بازرساشون بیان مستقر بشن که از 20 ژانویه که مثلا ما تعلیق 20% رو شروع کردیم
بتونن بلافاصله گزارش بدن که بله ایران مثلا انجام داد. بنابراین هم یک سری کارهای مقدماتی هم ما با آژانس داریم، هم اونها با بانک ها و شرکت ها و حمل و نقل ها اینها دارن، یک سری قوانین خودشونو باید عوض بکنن. ما اطلاع داریم که پیشنویساش تهیه شده، ابلاغاش داره صورت میگیره. نه، قرارمون این هست که 20 ژانویه دیگه همه چیز آماده باشه و اجرایی بشه. نه دکتر، بعد ما وقتی که گام اول برداشته شد، بیتوین که ادرسینگ در واقع رزولوشن یا همون قطعنامه های سازمان ملل، حالا ازش بپریم یا یک کار دیگری از روش انجام بدیم، میشه گام نهایی. گام نهایی ما تو چه مرحله‌ای قرار میگیریم در واقع به صورت مشخص؟ گام نهایی یعنی این که تکلیف همه چیز روشن میشه. اگر که در مقدمه توافق ژنو دقت کرده باشید، ما اونجا یک هدف مشترک رو تعریف کردیم. در گام نهایی قراره که به اون هدف مشترک برسیم. این هدف مشترک که به اصطلاح هر دو طرف در اون به هدف خودشون میرسن و به اصطلاح هر دو طرف برنده میشن، این بازی برد بردی که معروف شده، این در اون مقصد مشترک یا هدف مشترک اتفاق میفته. خب بعضیا ایراد گرفتن، مگه مثلا بین حق و باطل برد برد داریم مثلا، یا وقتی مثلا یکی برنده میشه اون یکی حتما امتیاز داده؟ نه، بازی که ما در اینجا تعریف کردیم، هدف مشترکی ما اینجا تعریف کردیم، هیچ امتیازی از طرف ایران داده نمیشه. برد ما کی هست؟ وقتی که برنامه هسته‌ای خودمون رو داشته باشیم، غنی‌سازی هم توش باشه، تحریم هم نباشه. اگر ما به این نقطه برسیم برنده شدیم دیگه. برنامه‌مون رو داریم، غنی‌سازی هم توش هست، تحریم هم نیست، همه تحریم‌ها برداشته شده. ما بیشتر از این که چیزی نمی‌خوام، بیشتر از این دیگه میره به سمت اهداف نظامی و اینها که ما نداریم. فتوای مقام معظم رهبری هم هست و خیلی روشن تکلیف. پس در اونجا ما برنده هستیم. طرف مقابل مدعیه که تمام نگرانیش سلاح هسته‌ای ایران هست. خب اگر ما بتونیم در هدف مشترک، در اون مقصد مشترک شرایط ایجاد بکنیم که برنامه ایران باشه، تحریم هم نباشه و سلاح هم نباشه، یعنی طرف مقابل هم مطمئن بشه که سلاحی در کار نیست، پس اونم برنده شده، چون به خیال خودش جلوی بمب اتمی ایران رو گرفته. خب ما هم که اصلا بمب اتمی نمی‌خواستیم، امتیازی ندادیم بهش. ما که اصلا دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم و نیستیم و نخواهیم بود به خاطر ارزش‌هایی که بهش قائل هستیم. بنابراین برد طرف مقابل جایی هست که مطمئن بشه که برنامه نظامی نیست. این هدف مشترکه. اگه به این هدف مشترک برسیم، ما بردیم، چون برنامه‌مون رو داریم، تحریم‌ها هم همه برداشته شده، غنی‌سازی‌مون هم داریم، اونم به خیال خودش برنده شده، چون بمب اتمی دیگه در کار نیست. خب ما گفتیم در توافق ژنو که برای رسیدن به این هدف مشترک گام به گام میریم. گام اول که تکلیفش روشن تعریف شده، اونتا این به اصرار ما بوده که گام آخر هم باید تکلیفش روشن بشه از الان. ما وقتی میرسیم به گام آخر، برنامه غنی‌سازی ایران که هست، غنی‌سازی هم باید توش باشه. از همین الان باید بگی غنی‌سازی هست. اگه تو ذهنت اینه که گام آخر میرسیم، حالا یه جوری غنی‌سازی رو مثلا فاتحش رو میخونیم، از الان اصلا گام اول بر نمیدارن. یعنی حق غنی‌سازی چرخه سوخته. ببینید، پذیرش غنی‌سازی، حق غنی‌سازی رو که اینها به ما نمیدن. حق غنی‌سازی رو امپیتی به ما داده، قوانین بین الملل به ما داده. اینطور نیست که ما منتظر باشیم که آقایون پنج به اضافه که آمریکا به ما حق بده. که حق رو اصلا ما از اونها حق نمیخوایم، حق رو داریم. ما از اونها چیزی که میخوایم اینه که به حق، به اجرای حق ما احترام بگذارن. ما حقمون اجرا میکنیم، اونها هم قبول میکنن، میپذیرن، احترام بهش میذارن. ما اینو از اینها خواستیم، هیچ وقت نخواستیم حق ما رو به رسمیت بشناسن. اصلا توهینه که ما بریم اونها بیان تو رو خدا به ما حق بده. نه خیر، ما حق رو داریم، حقمون هم اجرا میکنیم، اگه چه اونها بخوان چه نخوان. فقط خواستیم که به حق ما احترام بگذارن و تحریماشون رو بردارن. که اینو از الان داریم میگه تو، که تو گام نهایی، از الان که میگه برو غنی‌سازی رو ادامه بده تو گام اول. تو گام نهایی هم بهش گفتیم باید تکلیف رو روشن کنی، ولی زو روشن کرده، نوشته که در گام نهایی غنی‌سازی ایران هست. هر برنامه‌ای در گام نهایی اینولف، شامل یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود بلا تردید. بنابراین اینو از الان ازش گرفتیم. حالا این یه توضیحاتی هم داره که این غنی‌سازی محدودش چجوری و اینها چجوری تعریف میشه، اگه بماند، اگر خواستی توضیح خواهم داد اگه وقت هست. در گام نهایی باید هیچ تحریمی دیگه باقی نمانده باشد. بهش گفتیم از الان باید بگی. گفته یکی از المنت‌های گام نهایی این هستش که همه تحریم‌های شورای امنیت یک جانبه، چند جانبه، البته مرتبط با موضوع هسته‌ای است. اینم بعضی از دوستان ایراد می‌گیرن که چرا همه جا گفته مرتبط با موضوع هسته‌ای. خب بله، ما مذاکرات هسته‌ای می‌کردیم.
ما مذاکرات حقوق بشری نمی‌کردیم که حالا تحریم‌های حقوق بشری هم رفع بشه، مذاکرات نمی‌دونم منطقه‌ای و تروریسم و اینا نمی‌کردیم، اجازه نداشتیم بکنیم، نمی‌خواستیم هم بکنیم. مأموریت ما به عنوان تیم مذاکره کننده این بوده که فقط در مورد هسته‌ای مذاکره بکنیم و به تبع هم تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای قرار بوده برداشته بشه. هر موقعی که نظام صلاح دونست که راجع به بقیه موضوعات هم مذاکره بکنه خواهد کرد. البته این رو هم توجه دارید جناب علی که تقریبا بالای 90% تحریم‌ها تحریم‌های هسته‌ای هست، تحریم‌های حقوق بشری و تروریسم و اینها یه چیزای حالا بیشتر سمبولیک هست که حالا بماند اگر وقتی نیست توضیح بدم. به هر حال در گام نهایی ما گفتیم که مشخصهای گام نهایی از الان باید روشن بشه و توافق ژنو روشن کرده. داره به صراحت میگه که غنی سازی هست. به صراحت میگه که تحریم ها نیست. به صراحت میگه که حقوق و تکالیف در اونجا بر اساس ام پی تی. به صراحت داره میگه که به اصطلاح همکاری های هسته‌ای هم شروع خواهد شد. اون هم البته انتظار داره که اعتماد سازی براش به مراحل بالاتر برسه و لذا مثلا به درخواست اون از مؤلفه های گام نهایی این هستش که نظارت های بیشتری هم هست، پروتکل الحاقی هم هست. بله پروتکل الحاقی هم هست ولی منوط به تصویب مجلس. یعنی ما اینجا آوردیم که ما از طرف مجلس نمیتونیم قول بدیم، مجلس محترم مستقل خودشون تصمیم میگیرن. بنابراین اونجا نوشتیم که در گام نهایی پروتکل الحاقی تصویب خواهد شد ولی منطبق با نقش مجلس، یعنی مجلس اگر تشخیص بده این کارو خواهد کرد. بنابراین هدف از این که در گام در توافق ژنو ما گام نهایی رو مشخصاتش رو ذکر کردیم برای اینکه از الان تکلیف گام نهایی روشن باشه. یک پروژکتور رو انداختیم روی گام نهایی که روشن باشه کجا داریم میریم و بعدن کسی دبه در نیاره. اون موقع نگه نه غنی سازی همون مثلا اینطوری اونطوری، نه از الان صراحتا گفته که غنی سازی خواهد بود، تحریم ها برداشته خواهد شد. این هدف آوردن مؤلفه‌های گام نهایی در توافق ژنو. جناب دکتر در گام نهایی آورده شده پروگرام، یعنی یه برنامه، بعد گفته که اندازش، میزانش، سطحش، یعنی بعضی اوقات احساس میشه این و در واقع پرکتیکالی که هست، یعنی پرکتیکال نیدز، نیاز عملی، ممکنه بگن که آقا شما نیاز عملی ندارید یا باید سطحش اینقدر کم و کم بشه که فرمودید راجع به این صحبت میکنید. بله بسیار سوال مهم و دقیقی هست. ببینید در گام نهایی غنی‌سازی ایران وجود خواهد داشت، یعنی این رو پنجه به اضافه که از همین الان اعتراف میکنه و صراحتاً میگه که در گام نهایی برنامه غنی‌سازی ایران هم وجود خواهد داشت. حالا یه بحث اینجا مطرح بود که خب در گام نهایی که اینها این پنجه به اضافه میگفتن، میگفتن ما وقتی غنی‌سازی تو رو قبول میکنیم خب این رو بالاخره در یه چارچوب قبول میکنیم. اینطور نیست که مثلا دیگه حالا برو فرض کن که هر چقدر مثلا بی حساب کتاب غنی سازی بشه بدون هیچ پایه منطقی. این حرف اونها بود. گفتن ما غنی سازی در ایران رو میپذیریم ولی منطبق با نیازهای ایران. خب این حرف علل اصول حرف بدی نیست که ما غنی سازی طبق نیازهای خودمون بکنیم. این حرف غیر منطقی نیست. شما ما هم که نمیخوایم یه کار مثلا بیهوده ای بکنیم، چیزی که نیاز نداریم تولید بکنیم، که ما هم بر اساس نیازهامون میخوایم غنی سازی بکنیم. اما مسئله اینجاست که این نیازها رو کی تعریف میکنه؟ ما که اجازه نمیدیم کسی برای ما تعریف بکنه که نیاز تو چی هست. ما خودمون تعریف میکنیم. خب اون میگه که اگه تو خودت بخوای تعریف بکنی نمیدونیم چجوری تعریف میری، رو 60% تعریف میکنی، رو 90% تعریف میکنی، مثلا ممکنه جوری تعریف بکنی که مثلا اون احساس دیگه بکنه. ما هم میگیم ما هم که اجازه نمیدیم تو تعریف بکنی برای ما، چون تو هم میخوای تعریف بکنی، همین که شما میگیم یه چیزی نزدیک صفر میره تعریف میکنه. توافق کردیم که در گام نهایی این محدوده غنی‌سازی ایران با توافق به صورت مشترک تعریف بشه، یعنی ما و پنجه به اضافه بشینیم بر اساس نیازهای عملی ایران تعریف بکنیم که این محدوده غنی‌سازی چقدر باشه. خب این حالا شاید ظاهرش خیلی پسندیده نباشه ولی دو تا نکته وجود داره. یکی این که ما در شرایط این مذاکره رو انجام میدیم که غنی سازی ما ادامه داره. خب اگر که در مذاکره به توافق نرسیم ما که چیزی از دست ندادیم، چون غنی سازی ما ادامه داره. ممکنه در مذاکره همینی باشه که شما میگید که اون بگه نه مثلا احتیاج نداری یا اینها، مثلا یه چیز کوچیکی تعریف بکنه. خب نمیپذیریم، ضرر نکردیم که، چون غنی سازی ما ادامه داره. به قول دوستان زمین دست ماست. وقتی کسی که زمین دستشه خب تو مذاکره ضرر نمیکنه، هر چی مذاکره طول بکشه خب بکشه، هر چی اون بخواد کم عرضه بکنه خب قبول نمیکنه. و
و اینکه اگه غنی سازی رو متوقف کرده بودیم و می‌رفتیم در مورد محدودش مذاکره می‌کردیم ما می‌باختیم، مثل دور قبل اون هی معطل می‌کرد مذاکره رو تطویل می‌کرد، ولی الان در این شرایط ما اصلاً ضرر نمی‌کنیم. اگر که طرف قبول کرد که غنی سازی رو با توجه به نیازهای ما که واقعاً خودمون تعریف می‌کنیم بپذیره، خب پذیرفته، ما می‌پذیریم. اگه نپذیره قبول نمی‌کنیم. نکته دوم این که بر فرضم که ما محدوده‌ای رو تعریف کردیم برای غنی‌سازی خودمون با توجه به نیازهایی که خودمون تشخیص میدیم، حتی همین محدوده هم تا ابد نیست که دوره داره، دوره گام نهایی. اون سوالی که قبلا فرمودید، گام نهایی هم برای خودش دوره داره، یه دوره چند ساله. این چند سال رو توافق می‌کنیم، اون چند سال وقتی تموم شد دیگه این محدودیت‌ها هم همه برداشته میشه. و در آخرین جمله سند خیلی روشن داره میگه، سند توافق ژنو میگه بعد از طی دوران نهایی در طول دوره خودش، حالا این دوره هر چقدر هست، با برنامه هسته‌ای ایران مشابه برنامه هسته‌ای هر کشور دیگر غیر دارنده سلاح هسته‌ای عضو MPT برخورد خواهد شد. یعنی بعد از طول دوره زمانی گام نهایی برنامه ما کاملا عادی میشه، حتی همون محدودیت هم برداشت. دکتر همین واژه‌ای که آورده same other country، مگه ما الان مشابه سایر کشورها نیستیم که بعد گفته که شما بعداً در گام نهایی میشید شبیه سایر کشورها؟ ببینید ما اتفاقا همیشه این رو بودیم که ما نباید با ایران مثل یک استثناء برخورد بشه، ولی به هر حال واقعیت این هستش که اونها با موضوع ایران به دلیل شرایطی که ایجاد کردن و نگرانی هایی که برای بالاخره خودشون و جامعه بین الملل، در ظاهر ما که قبول نداریم جامعه بین الملل نگرانی داره، ولی این نگرانی ها رو ایجاد کردن، واقعیت این هستش که بردن پرونده ایران رو در شورای حکام، از شورای حکام به شورای امنیت و قطعنامه صادر کرده. درسته که ما این قطعنامه ها رو قبول نداریم، غیر عادلانه میدونیم، غیر منطقی میدونیم، ولی به هر حال از نظر جامعه بین الملل قطعنامه های شورای امنیت بخشی از حقوق بین الملل هست و این قطعنامه ها میگه که غنی سازی ایران باید تعلیق بشه، میگه ایران غنی سازی رو تعلیق بکنه و بیاد به اصطلاح بعضی کار رو انجام بده، بیاد مذاکره بکنه، حل فصل. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم قطعنامه های شورای امنیت اگرچه ظالمانه، اگرچه غیر عادلانه، ولی ایران رو استثناء کرده و چیزهایی رو قائل شده. بنابراین ما به همین دلیل هست که مذاکره میکنیم. اگر قبول داریم که ایران استثنایی نیست و همه چیزش عادی هست، که پس از مذاکره هم نباید بکنیم. وقتی مذاکره میکنیم یعنی اینکه یک مشکلی وجود داره و میخوایم این مشکل رو از طریق مذاکره حل بکنیم. و خب طرف هم قبول میکنه، الان میگه وقتی که ما از طریق مذاکره برای رسیدیم به راه حل جامع و مشکل رو حل کردیم، دیگه اون موقع من دیگه مشکلم حل شده و با ایران مثل بقیه کشورها برخورد خواهد شد. یعنی قطعنامه و اینا همه یعنی میره کنار و این مشکل در حقیقت حل شده و اون همه چیز به حالت عادی برگشت. یه پرسش دیگری که از اول مذاکرات هم بود، قبل تو دوره‌های پیش از این هم بحث بود، بحث عراق بود. توی اینجا به صورت مشخص چه تصمیمی گرفته شده؟ یعنی ایران فراوری رو انجام نباید بده، راجع به عراق هم ما ادوانس نمی‌کنیم، پیشرفت نمی‌کنیم، یا نه باید متوقفش کنیم؟ ما غیر از 20% غنی‌سازی 20% هیچ چیز دیگه متوقف نخواهد شد. عراق، راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق هنوز در مرحله ساخته، هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده. ما آنچه که در توافق ژنو قبول کردیم همین هست که در مرحله، تا هر مرحله که الان رسیده جلوتر از این نمیره، به تعبیر حضرت عالی ادوانس دیگه نمیکنه و اون تجهیزات باقی مانده اونها نصب نخواهد شد در طول دوره گام اول، تا بعد در گام نهایی یکی از موضوعات این هستش که نگرانی های موجود نسبت به آب سنگین عراق رفع بشه. این که میگن نگرانی های موجود رفع بشه، نگرانی نسبت به آب سنگ راکتور آب سنگین نگرانی عمومی هست، کاری به ایران نداره. راکتور آب سنگین اصولا یک راکتور خطرناکی از دید اشعاعی سلاح های هسته ای. چرا؟ چون سهل الوصول ترین و سریع ترین راه رسیدن به بمب اتمی هست برای اونایی که دنبالش هستن. ما که از خودمون اطمینان داریم، دنبال بمب هم که نیستیم. اصول اعتقادی ما، اصول ارزشی ما، در دکترین های امنیتی ما هم جایگاهی نداره سلاح هستی. اما به هر حال برای یک ناظر بیرونی یک راکتور آب سنگین ممکنه ایجاد نگرانی بکنه. ما اعلام آمادگی کردیم که در مذاکرات گام نهایی این نگرانی ها رو رفع بکنیم. چگونه رفع بکنیم؟ از دید ما با تحقیقاتی که کردیم، با دانشمندان مختلفی که بررسی کردیم،
میشه راههایی رو پیدا کرد به لحاظ تکنولوژیکی و به لحاظ فنی که این نگرانی های نسبت به سوء استفاده از راکتور آب سنگین رو به حداقل برسونیم یا از بین ببریم؟ یعنی دوستان دانشمند ما، متخصصین ما، حتی متخصصین خارجی که مشورت کردیم معتقدن که میشه راه حلی رو پیدا کرد، چون میدونید وقتی که آب سنگین عراق اون سوختش که مصرف شد، سوخت رو خارج میکنن، از توی اون سوخت پلوتونیوم میشه استخراج میکنن، پلوتونیوم میشه ماده اولیه بمب. میشه از با کمک فناوری، با کمک تکنولوژی ابتکاراتی رو زد که این امکان استفاده از این پلوتونیوم مثلا فراهم نشه. شیوه هایی رو به کار برد که خطر آب سنگین ما معتقدیم این شدنی هست. بنابراین در مذاکرات گام نهایی ما قطعا موضعمون این خواهد بود که از طریق با استفاده از فناوری نگرانی های عراق رو کاهش بدیم. ممکنه که اونها شیوه های دیگری مد نظرشون باشه و همونطور که عرض کردم موضوعات سختی در گام نهایی وجود داره، یکیش عراق. شوخی هم نداره، یک موضوع هست که سخت از دید اونها، این راه سریع رسیدن به بمب از دید ما ثمره 30 سال تلاش علمی کشور. اینطور نیست که ما آسان به دست نیاوردیم که آسان بخوام از دست بدیم، زحمت کشیده شده، دانشمندان ما، هیچ کسی هم به ما کمک نکرده، ثمره کار خودمون هست، کار دانشمندان خودمون هست، مردم خودمون هست، اینو قطعا به آسانی از دست نخواهیم داد. ولی باید بدونیم که یک موضوع سختی، طرف نگرانی داره، احتمالات مختلفی رو پیش خودش میده، ما هم باید به شیوهی رفتار بکنیم که این احتمالات و این نگرانی ها رو به حداقل برسونیم و انشالله این دستاورد رو حفظ بکنیم. به هر حال از موضوعات سخت گام نهایی موضوع عراق هست، ولی در گام فعلی ما اون چه که تعهد کردیم عدم پیشرفت هست در نصب تجهیزات، پیشرفت ساختمانی، ساخت و ساز، اینها همه میتونه انجام بشه. سپاسگزارم جناب دکتر. در هر حال من فکر میکنم شما کلمه به کلمه این توافقنامه رو تایید این 4-5 ماه گذشته دنبال کردید. مذاکرات فشرده بوده، سخت بوده، به قول خودتون نفسگیر بوده و انشالله که منجر به دستاوردهای خوبی برای ملت بزرگوار ایران باشید. شما بینندگان عزیز میتونید متن مکتوب و تصویری برنامه امشب رو در پایگاه اطلاع رسانی باشگاه خبرنگاران و آدرس yjc.ir ملاحظه بفرمایید. متشکرم دکتر. اگه آخرین صحبت رو برای مردم دارید بفرمایید. عرضی ندارم، از جناب عالی و همه همکارتون تشکر میکنم و یک بار دیگه واقعا تبریک عرض میکنم به مردم ایران به خاطر اینکه ثمره 10 سال در حال ایستادگی و مقاومت رو الان به این شکل حاضر شاهد هستن که دنیا و مجموعه غرب احترام میگذاره به اراده مردم ایران، قبول میکنه غنی‌سازی مردم ایران رو و در عمل هم شروع میکنه به رفع تحریم ها. انشالله که به کمک و فضل و عنایت الهی و با تدبیر و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری که همیشه در حال چراغ راه ما بودن در و نکات ایشون و ارشادات ایشون، انشالله بقیه مسیر رو هم با سرافرازی طی خواهیم کرد. انشالله. سپاسگزارم جناب دکتر و تشکر میکنیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید.